سلام و عرض ادب خدمت فراگیران عزیز و فهیمی که درس برنامه ریزی خطی مدل های حمل و نقل و تخصیص رو برای یادگیری و درک مطالب مربوطه انتخاب کردید. امیدوارم که این فرادرس بتونه به سوالات ذهنی شما تا حد زیادی پاسخ بده و به شما کمک کنه تا این مبحث رو به صورت کامل درک کنید. من خلیل سفری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در رشته مدیریت بازرگانی هستم که سعی دارم این آموزش رو به بهترین شکل ممکن خدمت شما ارائه کنم و در ادامه تا پایان مسیر با شما خواهم بود. در اولین فصل این مجموعه که دریچه ورود به مباحث مرتبط با حمل و نقل و تخصیص هست، به بررسی اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت و پیش نیازهای لازم جهت یادگیری بهتر این مباحث رو مرور خواهیم کرد. شاید به جرأت بتونیم عنوان کنیم که یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین بخش‌های زندگی روزمره ما به مباحث حمل و نقل مربوط میشه. هر کالایی که در حال حاضر در اختیارتون هست، احتمالاً از یک سفر طولانی عبور کرده تا به دست شما برسه. به عنوان مثال، گوشی موبایلی که دارید رو در نظر بگیرید. قطعات موبایل شما ممکنه توی کشورهای مختلفی مثل چین و آمریکا و غیره تولید شده باشه و برای مونتاژ به یک کشور دیگه مثل سنگاپور و مالزی منتقل شده و نهایتاً برای فروش و توزیع رفته به امارات متحده عربی و بعد از انتقال به ایران پس از طی کردن یک سفر طولانی رسیده دست شما. و یا اگر لباسی که پوشیدید رو در نظر بگیرید، ممکنه از یک کارگاه توی ترکیه یا یه شهر دوردست در ایران به دست شما رسیده باشه. این چند تا مثالی که مطرح شد دقیقا نشون میدن که تا چه میزان زندگی روزمره و جاری ما به صنعت حمل و نقل وابسته است و در نتیجه خیلی راحت میشه متوجه شد که هزینه حمل و نقل یک بخش عمده از هزینه نهایی کالاها و خدماتی خواهد بود که به صورت روزانه داریم استفاده میکنیم. بنابراین مسلمه که برای تولید کننده ها و توزیع کننده های کالاها پیدا کردن و برنامه ریزی بهترین مسیرها با کمترین هزینه برای ارسال کالا و خدمات میتونه تأثیر زیادی در افزایش سود و کاهش هزینه های مصرف کننده داشته باشه. توی این آموزش دقیقاً به دنبال این موضوع هستیم که با روش های پیدا کردن بهترین مسیرهای حمل و نقل و تخصیص آشنا بشیم و یاد بگیریم که چگونه از بین مسیرهای مختلف با دقت و سرعت بالا بهترین و کم هزینه ترین مسیرها رو پیدا کنیم و برنامه‌ریزی اونها رو انجام بدیم. امیدوارم که این آموزش به شما کمک کنه تا درک بهتری در مورد مباحث حمل و نقل و تخصیص پیدا کنید. از اونجایی که مخاطبین این آموزش ممکن هست که سطح آشنایی متفاوتی با مباحث برنامه ریزی خطی داشته باشند، لازم میدونم قبل از شروع این آموزش عنوان کنم که برای یادگیری عمیق‌تر این مباحث لازم هست مقدماتی رو در خصوص تحقیق در عملیات بدونید و مفاهیم ابتدایی اون رو تا حدودی درک کرده باشید. همینطور لازم هست که انواع روش‌های سیمپلکس، از جمله روش عادی سیمپلکس، روش ام بزرگ و به خصوص روش سیمپلکس تجدید نظر شده رو تا حدودی باهاش آشنا باشید و همچنین با انواع مدل‌های برنامه‌ریزی خطی و مدل‌سازی ریاضی تا حدودی آشنایی پیدا کرده باشید. جالب بدونیم که مطالعه مسائل حمل و نقل حتی قبل از توسعه کلی روش‌های برنامه‌ریزی خطی توسط دانشمندان مورد بحث قرار گرفته بودند. روش سیمپلکس در سال 1947 توسط آقای جورج دانزیک ابداع و معرفی شد، در حالی که مطالعه مسائل حمل و نقل در سال 1939 توسط کانتروویچ شروع شده بود و در سال 1941 هیچکاک موفق شد یک فرمول بندی ریاضی برای حل مسائل حمل و نقل ارائه کنه و در نهایت هم در سال 1947 کوپمنز تحقیقات بیشتری توی این زمینه رو شروع کرد. با مطرح شدن روش سیمپلکس مشخص شد که مسائل حمل و نقل رو هم میشه با روش سیمپلکس حل کرد، ولی یه مشکل کوچولو وجود داشت و اون هم این که معمولاً تعداد متغیرهای مسائل حمل و نقل زیاد هستند و
و به خاطر شکل خاصی که این گونه مسائل دارن با الگوریتم های کاراتر که حتی قبل از روش سیمپلکس هم طرح شده بودن سریعتر و با محاسباتی کمتری میشد به جواب مسائل حمل و نقل دست پیدا کرد. از این بابت در ادامه و در بخش های بعدی قصد داریم ابتدا به فرمول سازی مسائل حمل و نقل بپردازیم تا بتونیم چند نمونه از این مسائل رو به روش های مختلف حل کنیم و با هم مورد مقایسه قرار بدیم. برای اینکه درک بهتری نسبت به مسائل حمل و نقل پیدا بکنیم و جزئیات اون رو بهتر بشناسیم، اجازه بدید ابتدا چارچوب این گونه مسائل رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. در نظر بگیرید که ما تعدادی مبدأ رو داریم که اونها رو از مبدأ 1 تا M مشخص میکنیم و اندیس I رو هم برای مشخص کردن هر کدوم به کار میبریم. این مبادی میتونن تولید کننده کالاها و یا عرضه کننده های عمده کالا در نظر گرفته بشن که هر کدوم از اونها دارای تعداد مشخصی کالا برای عرضه هستند که مقدار عرضه هر کدوم رو با S I نمایش میدیم. S 1 برای میزان عرضه مبدأ اول، S 2 مبدأ دوم و همینطور الی آخر. این کالاهای تولید شده نهایتاً باید به دست یک سری متقاضی که در اینجا میتونیم اونها رو مثل فروشگاه‌های خرده فروشی در نظر بگیریم باید برسه که هر کدوم از اونها هم میزان تقاضای محدود و مشخصی دارن که با حرف دی جی اونها رو نمایش میدیم، چرا که اندیس جی برای نشون دادن شماره هر مقصد هست. تعداد مقصد کالاها که همون متقاضی کالاها هستند رو با حرف N نمایش خواهیم داد و همونطور که گفتیم از اندیس J هم برای نمایش هر کدوم استفاده می کنیم. نکته ای که وجود داره این هست که امکان ارسال کالا از هر مبدعی به هر کدوم از این مقصدها وجود داره. به عنوان مثال ما میتونیم از مبدع 1 کالا رو به مقصد 1 یا هر کدوم از مقاصد دیگه ارسال کنیم، بسته به اینکه حالا کدومش ارزونتر باشه مسلماً کالای بیشتری رو از اون مسیر ارسال خواهیم کرد. به همین ترتیب امکان ارسال کالا از مبدأ 2 به تمامی مقاصد 1 تا N هم وجود داره و از مبدأ امام هم ما میتونیم تمامی مقاصد رو بهشون کالا برسونیم. لازم به ذکر هست که هر کدوم از مسیرهای موجود برای ارسال کالا از مبدأ آیوم به مقصد جیوم دارای هزینه مشخص و معین حمل کالا توی اون مسیر به ازای هر عدد کالا هست که تعداد کالاهای ارسالی از مبدأ آیوم به مقصد جیوم رو با ایکس آی جی نمایش میدیم و هزینه ارسال هر واحد کالا که باید ارسال بشه از اون مسیر خاص رو با سی آی جی نمایش خواهیم داد. از این بابت خب تعداد کالاهایی که از یک مسیر خاص ارسال میشه هزینهش برابر میشه با سی آی جی، یعنی هزینه هر واحد ضرب در تعداد واحدهایی که از اون مسیر ارسال شدن. لازم هست که ما بتونیم ابتدا مدل‌های ساده حمل و نقل رو درک بکنیم و بعد کم کم بریم سراغ مدل‌های پیچیده‌تر. از این بابت برای اینکه بتونیم قدم به قدم با نحوه حل مدل‌های حمل و نقل و تخصیص آشنا بشیم، ابتدا از مدل‌های ساده حمل و نقل شروع می‌کنیم و همونطور که گفتیم بعد با مدل‌های پیچیده‌تر کم کم آشنا خواهیم شد. مدل‌های ساده حمل و نقل چند تا ویژگی دارن که لازمه با اونها آشنا بشیم و اونها رو در نظر بگیریم زمانی که قرار اونها رو حل بکنیم. اول اینکه فرض بر این هست که در مدل‌های حمل و نقل از قبل هزینه حمل و نقل هر واحد کالا توی هر مسیر، یعنی همون CIJ، مشخص شده. ویژگی بعدی مدل‌های ساده حمل و نقل این است که امکان ارسال کالا بین دو مبدأ یا بین دو مقصد وجود نداره. به این معنی که تبادل کالا بین مبدأ‌ها و همچنین بین مقصدها امکان پذیر نیست. ویژگی سوم این هست که مقدار عرضه و تقاضا در هر دوره زمانی مورد مطالعه ثابت فرض میشه و دستخوش تغییر قرار نمیگیره. چهارمین ویژگی عنوان میکنه که امکان ارسال کالا
از مقصد به مبدأ هم وجود نداره، به این معنی که فقط امکان ارسال کالا از سمت مبدأ به مقصد وجود داره. و در نهایت ویژگی پنجم عنوان میکنه که میزان عرضه و تقاضا توی هر مسئله با هم برابره، یعنی در مجموع تعداد کالاهایی که داره توسط عرضه کننده ها ارائه میشه دقیقا برابر است با تعداد کالاهایی که توسط مقصدها تقاضا میشه، یعنی زیگما اس آی برابر است با زیگما دی جی. برای مدل سازی مدل های حمل و نقل لازم است در نظر بگیریم که میزان عرضه هر مبدأ محدوده و از این بابت تعداد کالاهایی که از هر مبدأ به سمت مقصدهای مختلف عرضه میشه محدود خواهد بود. به عنوان مثال میزان کالای موجود در مبدأ شماره 1 که برای عرضه وجود داره میتونه به هر کدوم از مقصدها ارسال بشه. تعداد کالاهایی که از مبدأ 1 به مقصد 1 ارسال میشه با X11 نمایش داده میشه و به همین ترتیب تعداد کالاهایی که از این مبدأ به مقصد دوم ارسال میشه X12 براش به کار میره و الی آخر، که در نهایت تعداد کالاهایی که از مبدأ 1 به مقصد N میرسه برابر خواهد بود با X1N. پس همونطور که قبلا هم اشاره کردیم XIJ نشون دهنده تعداد کالاهایی که از مبدأ I به مقصد J هم خواهد شد. بر این اساس باید در نظر داشته باشیم که مجموع کالاهایی که از مبدأ 1 به تمامی مقصدهای 1 تا N ارسال میشه باید دقیقاً برابر با میزان عرضه مبدأ 1 یعنی S1 باشه، که به این ترتیب اون رو می‌نویسیم به عنوان یک محدودیتی که وجود داره. X11 به اضافه X12 به اضافه X13 به اضافه X1N باید برابر بشه با میزان عرضه S1. چرا برابر؟ چرا کوچکتر و مساوی یا بزرگتر و مساوی در نظر نمیگیریم؟ به این خاطر که یکی از ویژگی‌های مدل‌های حمل و نقل ساده این بود که در مجموع میزان عرضه مبدأ‌ها برابر است با میزان تقاضای مقصدها. پس بنابراین حتما باید کالاهایی که از یک مبدأ ارسال میشه دقیقاً برابر بشه با میزان عرضه اون مبدأ. ما همین محدودیت رو بنابراین برای مابقی مبدأ‌ها هم داریم. مثلا برای مبدأ دوم به این ترتیب خواهیم داشت تعداد کالاهایی که از مبدأ دوم به مقصد 1 میرسه به اضافه تعداد کالاهایی که از مبدأ دو به مقصد 2 میرسه به اضافه تعداد کالاهایی که از مبدأ دو به مقصد 3 میرسه و همینطور الی آخر تا تعداد کالاهایی که از مبدأ دو به مقصد انم میرسه دقیقاً باید برابر باشه با میزان عرضه مبدأ دوم. و برای تک تک مبدأ‌ها ما این محدودیت رو خواهیم داشت که به صورت خلاصه ما میتونیم تمامی محدودیت‌های عرضه رو به این شکل بنویسیم که عنوان میشه که زیگما ایکس آی جی که جی از 1 تا ان هست برابر است با اس آی. یعنی برای تک تک آی ها یا مبدأ‌ها این رو ما خواهیم داشت از آی 1 تا آی ام. در نتیجه ما همین قضیه رو برای مقصدها یا برای میزان تقاضای هر مقصد هم خواهیم داشت. نکته اینه که تعداد کالاهایی که به یکی از مقصدها میرسه میتونه از هر کدوم از این مبدأها تأمین بشه. میزان کالایی که مقصد به عنوان مثال 1 نیاز داره که تعداد کالاهایی که از این مبدأها به اون میرسه جمعاً باید برابر بشه با دقیقاً D1، نه کمتر و نه بیشتر. که ما میتونیم این رو به این صورت در نظر بگیریم، تعداد کالاهایی که به مقصد 1 میرسه رو در نظر بگیرید از مبدأ 1 به مقصد 1 که با تعدادش رو با X11 نشون میدیم، از مبدأ 2 به مقصد 1 که با X21 نمایش داده میشه، از مبدأ M به مقصد 1 هم که با XM1 نمایش داده میشه. جمع همه اینها باید برابر بشه با D1. به عبارتی X11 به اضافه X21 به اضافه X31 به اضافه تا نهایتاً XM1 باید برابر بشه با D1. برای مقصد دوم و مقصد انوم هم همین قضیه پابرجا است. به عنوان مثال اینجا رو در نظر بگیرید، X12 یعنی تعداد کالاهایی که از مبدأ 1 به مقصد 2 میرسه به اضافه تعداد کالاهایی که از مبدأ 2 به مقصد 2 میرسه
به اضافه تعداد کالاهایی که از مبدأ 3 به مقصد 2 میرسه تا نهایتا تعداد کالاهایی که از مبدأ M به مقصد 2 میرسه جمعاً باید برابر با D2 باشه و همینطور برای مقصد انوم هم همین قضیه رو داریم که همونطور که مطرح کردیم به صورت خلاصه ما میتونیم همه محدودیت های مربوط به تقاضا رو به صورت زیگما ایکس آی جی مساوی با دی جی بنویسیم که این قضیه به این صورت هست که برای تک تک جی ها یعنی مقاصد ما این رو داریم. خب در خصوص تابع هدف هم باید عنوان بکنیم که در مسائل حمل و نقل از دید تولید کننده یا کسی که داره کالاها رو ارسال میکنه هدف این هست که بتونه با کمترین هزینه کالا رو به دست متقاضی برسونه. در این راستا پس هدف ما در مدل‌های حمل و نقل این هست که ضمن پیدا کردن کمترین هزینه ارسال کالا از مسیرهایی که وجود داره محدودیت‌های عرضه و تقاضا رو هم برآورده کنیم. از اونجایی که هزینه ارسال هر واحد کالا از هر مسیر میتونه متفاوت باشه، هزینه کل ارسال کالا از یک مبدأ به یک مقصد در مجموع برابر است با سی آی جی در ایکس آی جی، یعنی اینکه ما چه تعداد کالا رو از اون مسیر ارسال کردیم ضرب در هزینه هر واحد کالا، پس کل هزینه ارسال کالا از اون مسیر مشخص میشه. حالا از هر مسیری استفاده بکنیم و هر تعدادی که ارسال کنیم نشون میده که ما چه میزان هزینه بابت اون باید پرداخت بکنیم. پس در مجموع مینیمم زد برابر خواهد بود با برای همه مسیرها این رو مینویسیم C11 در X11 به اضافه C12 در X12 تا نهایتا CMN در XMN. خب به صورت خلاصه هم ما میتونیم تابع هدف رو به این شکل یادداشت بکنیم، یعنی مینیمم زد برابر خواهد بود با زیگما که یکی از اونها آی از یک تا ام هست، یعنی برای مبدأ ها، و دیگری برای مقصد هاست که جی مساوی یک تا ان که باید برای سی آی جی ها ضرب در ایکس آی جی ها همه با هم نوشته بشن. بنابراین در مدل سازی یک مدل حمل و نقل ساده به صورت کلی خواهیم دید که با یک تابع هدف حداقل سازی روبرو هستیم و دو دسته محدودیت که بخشی از این محدودیت ها مربوط به محدودیت های عرضه و بخشی دیگه از اونها مربوط به محدودیت های تقاضا هست ما روبرو هستیم. برای اینکه بشه مسائل حمل و نقل رو خیلی خلاصه نوشت و جزئیات رو هم از دست نداد، اطلاعات مربوط به مسائل رو ما در یک جدول نمایش خواهیم داد که به اون جدول حمل و نقل خواهیم گفت. توی این جدول اطلاعات مربوط به تعداد عرضه کننده ها، تعداد تقاضا کننده ها یا همون مقاصد، میزان عرضه هر کدوم از مبدأ ها و میزان تقاضای هر کدوم از مقصد ها هم نوشته میشه و در اینجا هم میبینید که ما هزینه های حمل هر واحد کالا از هر مسیری رو هم که از محل برخورد سطر و ستون به وجود میاد رو میتونیم خلاصه بکنیم. پس استفاده از جدول حمل و نقل یکی از مؤثرترین ابزارها برای اینه که ما بتونیم به صورت خلاصه همه اطلاعات رو یکجا داشته باشیم. توی جدول حمل و نقل همینطور که توی این اسلاید هم مشخص هست همیشه و همیشه مبدأ ها در ردیف ها آورده میشن که میبینید از شماره 1 تا M شماره گذاری شدن و مقصد ها همیشه در ستون آورده خواهند شد که از شماره 1 تا N نمایش داده میشن و شبیه به جدول سیمپلکس هم میشه. اگر دقت کنید توی جدول سیمپلکس ما محدودیت ها رو که تعدادش با M نمایش داده میشد توی سطر بودن، متغیرهای تصمیم که تعدادشون با N نشون داده میشد توی ستون بودن. در انتهای هر کدوم از ردیف ها هم همونطور که خدمتتون توضیح دادم، یعنی در ستون آخر میزان عرضه هر مبدأ نمایش داده شده و در ردیف آخر یعنی در انتهای هر ستون هم میزان تقاضای هر کدوم از مقصدها مشخصه و در اینجا هم تأکید شده که جمع عرضه ها با جمع تقاضاها باید با همدیگه برابر باشه و همونطور که قبلا هم اشاره کردم در بخش سفید رنگ که اینجا نمایش دادم هر خونه اون نشون دهنده یک مسیر انتقال کالا از یک مبدأ به سمت یک مقصد هست. هزینه ارسال یک واحد کالا از یک مبدأ به یک مقصد توی اینها مشخص شده، یعنی این خونه ها همونطور که میبینید در برگیرنده سی آی جی ها هستند
آی در ردیف و جی در ستون. به کمک جداول حمل و نقل به صورت دقیق و بدون از دست دادن اطلاعات به راحتی میتونیم تمامی جزئیات این گونه مسائل رو در اختیار داشته باشیم و به راحتی به بررسی و حل این مسائل بپردازیم. این مسئله رو در نظر بگیرید که هدف اون ارسال یک نوع خاص محصول از مبدأهای 1 و 2 و 3 به شهرهای مقصد A و B و C با کمترین هزینه ممکن است. میبینیم که به کمک جدول حمل و نقل تمامی اطلاعات مورد نیاز برای حل مسئله در اختیار ما قرار گرفته. 3 تا مبدأ داریم و 3 تا هم مقصد. همونطور که میبینید عرضه مبدأ 1 400 واحد، عرضه مبدأ 2 300 واحد، عرضه مبدأ 3 100 واحد که در مجموع 800 واحد برای عرضه وجود داره. به همین ترتیب میزان تقاضای مقصد A 360 تاست، مقصد B 300 تا تقاضا داره، مقصد C هم 140 تا که در مجموع 800 واحد تقاضا رو تشکیل میده. پس میزان جمع عرضه و تقاضا هم میبینیم که با هم دیگه برابر هست. و همینطور که میبینید هزینه ارسال هر واحد کالا از مبادی سگانه به سمت مقاصد سگانه که در مجموع 9 مسیر رو تشکیل خواهد داد مشخصه. یعنی هزینه ارسال یک واحد کالا از مبدأ 1 به مقصد A 15 واحد، از مبدأ 1 به مقصد B 12 واحد، از مبدأ 1 به مقصد C 24 واحد و همینطور الی آخر، یعنی آخرین خونه که نشون دهنده هزینه ارسال یک واحد کالا از مبدأ 3 به مقصد C هست 21 واحد رو داره نمایش میده. همونطور که توی مسئله هم مطرح شده، هدف این مسئله این هست که ضمن رعایت محدودیت‌های عرضه و تقاضا مشخص کنه که چه تعداد کالا از مسیرهای موجود منتقل بشه که کمترین هزینه ممکن رو در بر داشته باشه و بتونیم جوابی برای این مسئله داشته باشیم که جواب بهینه باشه، یعنی بهترین جواب رو به ما بده. در ادامه ابتدا این مسئله رو فرموله می‌کنیم و بعد هم به حل اون با روش سیمپلکس خواهیم پرداخت. می‌دونیم که اولین مرحله فرموله سازی یک مسئله برنامه‌ریزی خطی تعریف متغیرهای تصمیم اون مسئله است. در مسئله حمل و نقل به صورت کلی به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که چه تعداد کالا باید از هر مسیر ممکن ارسال بشه تا ضمن رعایت محدودیت‌های عرضه و تقاضا کمترین هزینه رو برای حمل و نقل پرداخت کنیم. با توجه به این که در این مسئله 3 تا مبدأ و 3 تا مقصد وجود داره، بنابراین همونطور که تو جدول هم مشخص هست 9 مسیر برای انتقال کالا از مبدأ ها به سمت مقصد ها وجود خواهد داشت که لازم داریم بدونیم از هر کدوم از این 9 مسیر چه تعداد کالا باید منتقل بشه. همونطور که قبلا هم نشون دادیم، در اینجا برای نشون دادن تعداد کالاهایی که از هر مسیر منتقل خواهد شد از متغیر x با 2 تا اندیس آی و جی استفاده خواهیم کرد. اندیس آی نشون دهنده شماره مبدأ خواهد بود و اندیس جی نشون دهنده شماره یا اندیس مربوط به هر مقصد. پس آی شامل 1 و 2 و 3 خواهد شد که نشون دهنده مبدأ 1 و 2 و 3 هست و جی هم که شامل مقادیر A و B و C که نشون دهنده مقصدهای A و B و C هستند. خب بنابراین ایکس آی جی به معنای تعداد کالاهایی خواهد بود که از مبدأ آیوم به مقصد جیوم هم خواهد شد. مبدأها که 3 تا هستند رو دیدیم که با شماره های 1 تا 3 مشخص میکنیم و مقصدها رو هم که 3 تا هستند با ای و بی و سی نشون میدیم. بعد از اینکه تعریف دقیق متغیر تصمیم مشخص شد، نوبت به نوشتن تابع هدف میرسه که در اینجا مسلماً به این ترتیب خواهیم داشت که مینیمم زد برابر است با 15 تا X1A به اضافه 12 تا X1B به اضافه 24 تا X1C به اضافه 7 تا X2A به اضافه 8 تا X2B به اضافه 15 تا X2C و همینطور به اضافه 27 تا X3A به اضافه 18 تا X3B به اضافه 21 C که همه اینها رو باید اینجا بنویسیم. پس می‌خوایم مینیمم هزینه رو پیدا بکنیم. بعد از تابع هدف محدودیت‌های عرضه و تقاضا رو داریم که باید اونها رو هم بنویسیم. ابتدا بریم سراغ محدودیت‌های عرضه. در خصوص مبدأ اول تعداد کالاهایی که از این مبدأ
به مقصدهای A و B و C میتونه ارسال بشه، در مجموع برابر خواهد بود با 400 واحد. پس بنابراین ما میتونیم از مبدأ یک کالا رو به مقصد A، B و C ارسال بکنیم. پس میتونیم بنویسیم X1A به اضافه X1B به اضافه X1C میتونه برابر بشه با 400. برای مبدأ دوم چی؟ به همین ترتیب X2A به اضافه X2B به اضافه X2C برابر با 300 بشه. و همینطور محدودیت سوم مربوط به عرضه X3A به اضافه X3B به اضافه X3C مساوی با 100. برای متقاضیان هم همین محدودیت ها رو ما داریم، یعنی برای تک تک مقاصد یک محدودیت برای تقاضای اون داریم. دقت کنید که مبدأ A نیاز به 360 کالا داره، پس ما کالاهایی که از مبدأ 1 به A میفرستیم به اضافه کالاهایی که از مبدأ 2 به A میفرستیم به اضافه کالاهایی که از مبدأ 3 به A میفرستیم در مجموع باید برابر با 360 باشه. پس به این خاطر که می‌نویسیم X1A به اضافه X2A به اضافه X3A باید برابر باشه با 360. برای مقصد دوم هم به همین ترتیب X1B به اضافه X2B به اضافه X3B باید برابر بشه با مقدار 300. و همینطور برای مقصد سوم یا مقصد C داریم X1C به اضافه X2C به اضافه X3C باید برابر بشه با 140. به همین ترتیب دیگه اگر محدودیتی نداشته باشیم، یعنی اگر مبدأ و مقصدی نداشته باشیم، باید بریم سراغ محدودیت علامت که عنوان میکنه تمامی متغیرهای مسئله از نوع بزرگتر و مساوی با صفر خواهند بود، به این معنی که نمیتونن مقادیر منفی رو به خودشون بگیرن. پس اینجا نوشته میشه x i j بزرگتر و مساوی با صفره که i برابر است با 1 و 2 و 3 و j هم مقادیر a و b و c رو میتونه به خودش بگیره. همونطور که در اینجا مشخص هست، در این مسئله که دارای 3 مبدأ و 3 مقصد بود، با مسئله روبرو هستیم که دارای 9 متغیر تصمیمه و 6 تا محدودیت کار کردی که 3 تاش مربوط به محدودیت های عرضه بود و 3 تاش هم مربوط به محدودیت های تقاضا. در ادامه مطالب قبلی قصد داریم مسئله ای که فرموله کردیم رو به روش سیمپلکس حل کنیم تا جواب اون رو به دست بیاریم و ببینیم که حل این مسئله به روش سیمپلکس چه نکاتی رو در بر خواهد داشت. از اونجایی که محدودیت های این مسئله همگی به صورت تساوی برقرار هستند، برای وارد کردن اونها به جدول سیمپلکس لازم هست که از یک متغیر مصنوعی R برای هر کدوم استفاده کنیم. برای محدودیت های عرضه این کار رو انجام دادیم، از متغیرهای مصنوعی R1، R2 و R3 استفاده کردیم. برای متغیرهای مربوط به هم همین قضیه صادق هست و ما از متغیرهای مصنوعی R4، R5 و R6 استفاده خواهیم کرد. اگر دقت کنید میبینید که در اینجا محدودیت آخر رو به رنگ قرمز برای شما مشخص کردم. از این بابت که تأکید کنم با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در کل توی مسائل حمل و نقل با هم برابر هستند، ما چه محدودیت آخر رو بنویسیم و چه ننویسیم، این محدودیت خود به خود برقرار خواهد شد. چرا که خب دقت کنید وقتی عرضه برابر با 800 واحده و تقاضای من با توجه به این دوتا واحد محدودیت مشخصه که برابر با 660 واحد خواهد شد، در نتیجه 140 واحد باقی میمونه که برای عرضه سوم خواهد بود. با حذف این محدودیت هیچ مشکلی توی مسئله ایجاد نخواهد شد و نهایتا جواب رو به دست خواهیم آورد، ولی در ادامه این محدودیت رو نگه می‌داریم تا بتونیم نتیجه حل این مسئله رو توی روش سیمپلکس با هم دیگه مشاهده بکنیم. از اونجایی که ما در این مسئله از 6 تا متغیر مصنوعی R1 تا R6 استفاده کردیم، لازم هست این متغیرها رو در تابع هدف به میزان M جریمه بکنیم. خب بنابراین تابع هدف رو مجدداً بازنویسی می‌کنیم که برابر میشه با مینیمم زد مساوی با 15 تا X1A به اضافه 12 تا X1B همینطور تا نهایتاً 21 X3C به اضافه MR1 به اضافه MR2 تا به اضافه MR6. و می‌دونیم که همه متغیرهای تصمیم یعنی XIJ ها و همه متغیرهای مصنوعی R یعنی RI ها همگی باید بزرگتر و مساوی با صفر باشن.
توی مسائل برنامه‌ریزی خطی. برای وارد کردن تاب هدف به جدول سیمپلکس لازم هست که تاب هدف تبدیل به یک تاب هدف حد اکثر سازی بشه و همه متغیرها هم نهایتاً به سمت چپ منتقل بشن. از این بابت دو طرف تاب هدف رو در منفی یک ضرب می‌کنیم و همه متغیرها رو به سمت چپ منتقل خواهیم کرد. این باعث میشه که تاب هدف به صورت ماکسیموم منهای زد به اضافه 15 تا x 1a تا نهایتاً به اضافه mr 6 مساوی با 0 بشه. 6 تا محدودیت هم داریم که در اسلاید قبل به کمک متغیرهای مصنوعی R1 تا R6 اونها رو استانداردسازی کردیم و الان این مسئله آماده ورود به جدول سیمپلکس است. یک جدول سیمپلکس رو ترسیم می‌کنیم که دارای یک سطر برای تابع هدف و 6 تا سطر هم برای محدودیت‌های مسئله خواهد بود و مسلماً 15 تا هم ستون برای متغیرها داریم که 9 تای اون رو متغیرهای تصمیم و 6 تای اون رو هم متغیرهای مصنوعی RI در بر می‌گیره و خب ستون مقادیر سمت راست رو هم داریم که مقدار سمت راست تابع هدف و محدودیت‌ها رو اونجا یادداشت می‌کنیم. اگر برگردیم به اسلاید قبل و به صورت مسئله دقت کنید، خواهید دید که ضریب متغیرهای تصمیم در محدودیت ها همگی برابر با یک هست، یعنی ما هیچ کدوم از متغیرهای تصمیم رو نداریم که ضریبی جز یک داشته باشه و اگر خوب هم دقت بکنید خواهیم دید که هر کدوم از متغیرهای تصمیم دو بار توی محدودیت ها تکرار شدن، یک بار توی محدودیت های عرضه و یک بار هم توی محدودیت های تقاضا. مثلا شما x1a رو در نظر بگیرید، ما توی محدودیت های عرضه فقط اون رو توی محدودیت اول داریم، دیگه توی محدودیت های دیگه ما x1a رو نداریم، اما در محدودیت های تقاضا هم اون رو یک بار خواهیم دید x1a و دیگه میبینیم که تکرار نشده. هر کدوم دیگه از متغیرها رو هم در نظر بگیرید و بررسی بکنید خواهید دید که یک بار در محدودیت های عرضه قابل مشاهده است و یک بار هم در محدودیت های تقاضا. این قضیه باعث میشه که وقتی مسئله رو وارد جدول سیمپلکس میکنیم در بخش محدودیت ها زیر ستون هر متغیر تصمیم فقط دو تا ضریب یک وجود داشته باشه. به عنوان مثال x1a رو در نظر بگیرید، در سطر R1 اینجا ضریب یک رو داره و همینطور در سطر مربوط به R4 ضریبش یک، مابقی صفر هستن. تو سطر زدم که هزینه حمل اون رو داریم که 15 واحد بوده. یا هر کدوم دیگه از متغیرها رو در نظر بگیرید، مثلا x3a در سطر R3 و R4 ضریب یک رو داره و مابقی صفر هستن. همینطور از این جدول سیمپلکس پیداست که برای مابقی متغیرهای تصمیم این مسئله این قضیه صادق هست. متغیرهای مصنوعی رو هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که در هر محدودیت یک بار تکرار شدن و در جدول این قضیه مشخص هست. ولی خب همونطور که میبینیم متغیرهای R توی پایه هستن اما یک نیستن، یعنی توی سطر Z باید ضریبشون صفر باشه که نیست. اگر خاطرتون باشه برای اینکه ما بتونیم یک جدول سیمپلکس رو شروع بکنیم به حل کردن لازم هست که متغیرهایی که توی پایه هستن یکه باشن، اگر نیستن ابتدا باید اونها رو یکه کنیم بعد بتونیم بریم سراغ مرحله انتخاب متغیر ورودی و خروجی. خب برای این کار ما میتونیم به یک باره توی همه سطرهایی که لازم هست ضریب منهای M رو ضرب کنیم با سطر Z جمع کنیم تا این ام ها تبدیل به صفر بشن. چون همه متغیرهای توی پایه R هستن بنابراین لازم هست که در همه سطرها مقدار منهای ام رو ضرب کنیم تا وقتی با سطر Z جمع میکنیم همه این ام ها تبدیل به صفر بشن. خب برای اینکه زمان کمتری صرف بشه من به یک باره این عملیات رو انجام میدم و نتیجه این جدول اسلاید بعد میشه که یکه هست. الان اگر ببینیم R1 تا R6 توی پایه هستن و همشون هم یکن، یعنی در سطر مربوط به خودشون ضریبشون صفره و در مابقی سطرها دارای ضریب صفر هستن. خب یکیش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. من اگر منهای M رو در سطر اول ضرب بکنم ببینیم چه اتفاقی میفته، یا برای این عدد 15 منهای 2M این رو بررسی بکنیم. منهای M ضرب در 1 میشه منهای M، این که صفره هیچی، این هم همینطور، اینجا هم باز یک منهای M ضرب در 1 میشه، با این منهای M قبلی میشه منهای 2M
ما بقیم که صفرن منهای دو ام به اضافه 15 برابر میشه با 15 منهای دو ام. برای ما بقیه سطرها هم همین اتفاق میفته، یعنی چون دو تا یک داریم تو هر کدوم از ستون ها، نهایتا منهای دو ام به هر کدوم از این ضریب ها اضافه میشه. ضریب های آر هم که توی جدول اینجا ام بود، با جمع شدن با یک منهای ام تبدیل به صفر میشه و نهایتا مقدار سمت راست جدول هم منهای 1600 ام خواهد بود، یعنی منهای ام در 400 میشه منهای 400 ام، یعنی منهای 300 ام، منهای 100 ام، منهای 360 ام، منهای 300 ام و منهای 140 ام که جمعاً میشه منهای 1600 ام. بعد از این که این جدول یک شد، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، میتونیم بریم سراغ تعیین متغیر ورودی و خروجی. اگر به سطر زد نگاه بکنیم، میبینیم که ضریب همه متغیرهای تصمیم دارای مقدار منفی 2 ام هستند. بنابراین منفی ترین مقدار اونی خواهد بود که دارای عدد مثبت کوچکتری باشه. در اینجا میبینیم که ضریب x 2a کمترین مقدار موجود هست که برابر است با 7 منهای 2m. پس ستون زیر اون میشه ستون لولا و متغیر x 2a هم میشه متغیر ورودی. برای تعیین متغیر خروجی لازم هست که مقادیر سمت راست رو تقسیم بر اعداد مثبت ستون لولا بکنیم. فقط دو تا عدد مثبت داریم، این یک و این یکی که اینجا است. خب 300 تقسیم بر یک میشه 300، 360 تقسیم بر یک میشه 360. پس چون 300 کوچکتر هست، مسلماً R2 هم میشه متغیر خروجی در جدول بعد. پس توی جدول بعد لازم هست که ما X2A رو جایگزین R2 بکنیم، یعنی R2 از پایه خارج میشه، به جاش X2A قرار میگیره و اون عملیات سطری مقدماتی رو باید انجام بدیم. و چون اینجا عدد یک رو داریم به عنوان عدد لولا، سطر لولا تقسیم بر خودش باز خودش میشه. اگر عملیات محاسبه جدول جدید رو انجام بدیم، نتیجه این جدول خواهد بود. میبینیم که X2A جایگزین R2 شده و ستون زیر X2A هم اینجا یک شده. و مسلماً ستون زیر R2 دیگه یک نخواهد بود و از یک بودن ببینیم که خارج شده و مقدار تابع هدف هم بعد از محاسبه مقدار منفی 2100 منهای 1000 ام به دست خواهد اومد. چون جدول بهینه نیست، چرا که ما عدد منفی در سطر زد داریم، مجدداً باید الگوریتم سیمپلکس رو تکرار کنیم. منفی ترین مقدار در سطر صفر برابر است با 12 منهای 2 ام. بنابراین این بار متغیر X1B به عنوان متغیر ورودی انتخاب میشه و در نتیجه با تقسیم مقادیر سمت راست بر اعداد مثبت ستون لولا مشخص میشه که 300 تقسیم بر 1 کوچکتر هست، پس R5 به عنوان متغیر خروجی انتخاب خواهد شد. اگر مجددا عملیات تشکیل جدول جدید رو انجام بدیم، نتیجه شبیه به جدول این اسلاید خواهد شد که همونطور که میبینیم X1B اومده جایگزین R5 شده و ستون زیر اون هم میبینیم که اینجا یک هست و مقدار تابع هدف هم تو این مرحله به مقدار منهای 5700 منهای 400 ام رسیده. با توجه به اینکه هنوز در سطر صفر این جدول مقدار منفی وجود داره، مجدداً الگوریتم سیمپلکس رو باید تکرار بکنیم. تو این مرحله منفی ترین مقدار مربوط به متغیر X1A هست که به عنوان متغیر ورودی انتخاب میشه و در نتیجه متغیر خروجی هم متغیر R4 خواهد بود. بنابراین در جدول بعد از محاسبه جدول جدید میبینیم که متغیر X1A اومده توی پایه نشسته جای R4 و ستون زیرش هم یک است و مقدار تابع هدف هم منهای 6600 منهای 280 ام به دست اومده. با توجه به اینکه منفی ترین مقدار در سطر صفر جدول 21 منهای 2 ام هست، این بار X3C به عنوان متغیر ورودی انتخاب میشه و در نتیجه متغیر خروجی هم متغیر R3 خواهد بود. پس توی این جدول X
سی وارد پایه میشه و جای آر سه قرار میگیره. مجدداً در اینجا منفی ترین مقدار 23 منهای 2M خواهد بود. در نتیجه ایکس 2C به عنوان متغیر ورودی وارد میشه و متغیر خروجی هم آر 6 خواهد بود. و انجام عملیات سیمپلکس جدول جدید رو محاسبه میکنیم. توی تکرار ششم خواهیم دید که دیگه هیچ عدد منفی در سطر صفر نداریم.